اگر کسی مقید باشه به خوندن سوره ملک، مثل این که شب قدر رو احیا گرفته، درک کرد. خب خود شب قدر خیر من الف شهر. روایت دوم، سورت و ملکن هیل مانعه. سوره ملک یه اسمش مانعه است. چرا بهش میگن مانعه؟ رسول خدا فرمود تمنع من عذاب القبور، از عذاب قبر انسان رو حفظ میکنه. بعد تو روایت دارد که شبیه این سوره تو تورات هم هست، حالا من نرسیدم دیگه تحقیق کنم، ولی روایت اینه و هیه مکتوبتون فی تورات به صورت ملک. میدونید که وجوه مشترکی بین قرآن و تورات و انجیل گاهی هست. مثلا این 10 فرمانی که تو سوره انعام اومده، آیه 151 152 عینش تو تورات هم هست، حتی تورات های فعلی هم داره. من یه وقت دیدم یه آقای یک تحقیقی کرده، اینا رو مقایسه کرده با هم. مشرک نشید، بخوان پدر و مادر احترام کنید، عدالت داشته باشید، بچه‌هاتون رو نکشید از روی ترس روزی، اینا مشترکه 10 فرمان. سوره ملک هم فرمود تو تورات به همین نام هست. این دو تا روایت، خیلی روایت عجیبه، حالا من همه‌شو نمی‌خونم. من قرأ تبارک بیده الملک فل مکتوبه. حالا من یه معنایی میکنم، شما بزرگانم اگر معنای دیگه به ذهنتون برسه بفرمایید، ما استفاده میکنم. کسی سوره ملک رو بخوانه فل مکتوبه، معنای مکتوبه ظاهرا همون نماز عشاست، نمازی که بر انسان نوشته شده، چون مکتوبه اینه دیگه، یعنی مفروضه. کسی که نماز در نماز عشا سوره ملک رو بخواند قبل نیام، قبل از این که بخوابه. البته سابقا بعد نماز عشا میخوابیدن، حالا تازه بعد نماز عشا کارا شروع میشه، دیر وقت میخوابن. فرمود کسی که در نماز مکتوبه، البته اینجا نداره عشا، ولی به قرینه قبل نیام، چون قبل از خواب دیگه ما نمازی نداریم که، نماز عشاست دیگه. من قرأ سورة تبارک بیده الملک قفل مکتوبه، در نمازی که گردنشه یعنی عشا قبل از نخاب، لم یزل فی امان الله حتی یصبح، تا صبح در امان خداست. این حادثه های ناگهانی الان میدونید، سکته ها، مرگای تو خواب، گرفتاری ها خیلی زیاد شده. کسی که شبها سوره ملک بخواند تا صبح در امان الهی است. و فی امانه یوم القیامه، روزی هم که وارد صحرای محشر میشه میگن اینو مواظبش باشید، این هر شب سوره ملک میخونده، حتی یدخل الجنه. یه سوره که خیلی وقت بگیره، 3 دقیقه نه 4 دقیقه 5 دقیقه، اونم که بلد نیستن، این همه خاصیت برای. حتی من روایت دیدم، دیگه نمیخونم روایت شو نوشتم، که کسی وقتی کسی که سوره ملک میخونده تو قبر میذارن، اون دوتا فرشته ناکر و منکر یا نکیر و منکر میان سوال کنن، بهشون خطاب میشه این قاری سوره ملک بوده، کارش نداشته باشید، همین کافیه. یعنی حتی این همه روایات دیگه، متن روایات، گرچه این روایات نمیخواد بگه اکتفا کنید فقط به خوندن، حالا مزامینش هم ما میگیم، ولی حتی خوندنش هم این آثار رو داره. باز تو روایت داریم اگر کسی در قبرستان این سوره رو بخوانه برای اموات، از تمام اون کسانی که اونجا هستن عذاب برداشته میشه. خیلی ها. یه روایت دارد که اگر کسی کنار قبر یا تو خونه، فرق نمیکنه، برای میتش
سوره ملک برسه مثل بخونه، مثل برق بهش میرسه. مثلا صدقم میرسه، نمازم میرسه، سوره ها دیگه هم میرسه، ولی میگه اذا قرعت و اهدیت الالموتا اسرعت الیهم کل برق الخاطف به اذن الله.